قیام مردم ایران به پیش میره و دشمنان مردم ایران شب و روز در ترس و هراس از شعله ور شدن این قیام و سوخته شدن دودمان دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. نمونه هایی از این ترس و هراس رو در اظهارات کارگزاران رژیم با هم ببینیم. شرایط جهانی امروز شرایط مناسبی نیست. شرایط کشور ما به شرایط خیلی متفاوتی از گذشته شده. شاید در طول تاریخ پس از انقلاب ما این وضعیت رو نداشتیم. با احتیاط از یک طرف کشور، از یک طرف دنیا و مشکلات و حوادثی که ممکنه رخ بده، با همه اینها باید هوشیار بود. منافقین، دشمنان، خائنین با شایعه پراکنی دلهای رزمندگان رو میخوان خالی از آرامش بکنن. هنوز تحریم شروع نشده، بعضی از اینا سکتشون زده بود. بعضیشون گفته بودن حالا ما مثلا اگه اینطور بشه چمدونمون بستیم کدوم کشور بریم فرار کنیم. خاک بر سرها. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج، به قول خودشون رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه. دولت‌ها همیشه دولت‌ها علیه مردم، یعنی هیچ موقع انتظارات مردم رو هر دو تا گروهی که شما بهش اعتماد دارین جواب ندادن. فشل‌ترین دولت تاریخ رو ما داریم. با این مردم جوری برخورد نکنیم که سیلی پنهان ملائکه الله متوجه صورت ما بشود که دیگر جایی برویم که آب و خنک هم نتوانیم بخوریم. مواظب باشید. از روزی که این مردم جانشان به لبشان برسد و با شما برخورد کنند. دقت کردید چه بلایی سر خودمون آوردیم؟ حتما باید مردم به کف خیابان بیایند تا صدای آنها را بشنوید. تو اعتراضات سال گذشته ما شاهد خشونت بودیم. بانگ آتیش زده شد. به طرف نمیدونم دادگستری رفتن. اینا چیزای خطرناکیه. این همون چیز نگران کننده ایه که همه باید بهش نگران بشیم. Let's go!